حضرت ابراهیم میفرماید قال افرئیتم ما کنتم تعبدون، به من خبر بدهید اون چرا که شما عبادت میکردید. انتم و آباؤکم الاقدمون، شما و پدران گذشته شما. فانهم عدو لی، همه اینا دشمن منم چون عقیده شما بر اینا باطله. الا رب العالمین، الله تعالی مددگار و نصرتکار من هست. الذی خلقنی، برای شفا خلقت لازمه. چی لازمه؟ به این نکته قرآن توجه کنید. از کسی شفا بخواید که شما را خلق کرده است. حضرت ابراهیم می فرماید الذی خلقنی، خالق ما، خالق ما، مریضی را میاره کی؟ بر میداره کی؟ خالق. الذی خلقنی، ابراهیم می فرماید اون ذاتی که مرا خلق کرده است. فهو یهدین، اون مرا هدایت می کند. هدایت می کند، بله. در آتش حضرت ابراهیم قرار می گیرد. الله تعالی ابراهیم را هدایت می کنه، راهنمایی می کند. از درون آتش بیرون میاد. آتش را میگه یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش. ابراهیم از درونش میاد بیرون. والذی هو یطعمنی، سبحان الله. وقتی به حضرت ابراهیم درس توحید ابراهیمی میرسیم، واقعا بسیار جالبه، جذابه که در توحید الهی، در بیان توحید الهی، حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام در مقابل بزرگترین ظالمین قرار میگیره، در حالی که سنش هم کمه. اون زمانی که ابراهیم داره اینجا با نمرود و با پدرش و دیگران که بت پرستند و بت تراشند درگیر میشه، یک نوجوانی هست. اما این ابراهیم را الله تعالی یهدین، هدایتش میکنه. از آتش میاد بیرون، میآید حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام در مسیر را بعد از سالها میاد تا به منا قرار میگیره. الله تعالی میفرماید ابراهیم قربانی بده. چی بدهی؟ قربانی. اما نه مال، نه حیوانی، نه گاوی گوسفندی، نه عزیزت را، جگرگوشت را، فرزندت را. حضرت ابراهیم راضی میشه، قربانی میدهد و حتی چاقو را برمیداره. قرآن میفرماید فرزند را هم سفارش میکنه، شما را میکشم. فرزند با پدر مقابله نمیکنه، بلکه میفرماید ستجدونی انشاء الله من الصابرین. ای پدر، مرا از صابرین میبینی، یعنی من برای اینکه تسلیم امر الله تعالی باشم صبر میکنم. شما چاقو را بر القوم بمال. اما الله تعالی اینجا میخواد بیازماید، نمیخواد اسماعیل را ذبحش کنند. چاقو اجازه نداره. قربانی از کجا میاد؟ از بهشت. از کجا؟ ابراهیم اعتقادش به رب العالمین درسته، فرزند را قربانی میکنه. الله تعالی قربانی را میپذیره، قربانی از بهشت میاره. ابراهیم علی نبینا و علیه السلام با حضرت اسماعیل بیت الله را بنا میکنه، اعتقادش به رب العالمین درسته. سنگی را الله تعالی از بهشت میاره که ابراهیم پایش را بر اون قرار بده. و امروز هم اثر قدم ابراهیم، قدم های ابراهیم در دل اون سنگ قرار دارن. و هر مؤمنی میاد این عظمت الهی را و این محبت الله تعالی را و این اطاعت و فرمان برداری سنگ از ابراهیم خلیل علی نبینا و علیه السلام را اونجا مشاهده میکنه. و قرآن میفرماید و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، تا ایمانه، تا اسلامه، تا آسمانها و زمینه، تا این قرآن موجوده، عظمت حضرت ابراهیم به خاطر این جانساری ها و فداکاری ها در قلب هر مؤمنی قرار داره. وقتی نگاه مسلمان به مقام ابراهیم میرسه میگه سبحان الله ابراهیم، به جبل ابی قبیس میرسه سبحان الله ابراهیم، منادی حج بیت الله. چی میفرماید؟ والذی هو یطعمنی، خدای من، رب من، اون ذاتی هست که به من طعام میدهد. الذی خلقنی، طعام کی میده؟ خالق. بگویید کی میدهد؟ و یسقین، آب کی میدهد؟ باران نمیاد. همه نگاه های ما بالا هست، همه دست ها به برگاه الله تعالی بلنده، چشمان عشق میریزن، مناجات میکنن تا الله تعالی نفرسته، قطره باران نمیآید.
و اذا مرضت، وقتی مریض بشوم، مریضی از جانب الله، فهو یشفین، کی شفا میدهد؟ الله. اون که شفا میدهد حاجت میدهد. چی میدهد؟ حاجت. حاجت روا کیه؟ الله. حاجت روا کیه؟ الله. چوبی نمیتواند حاجت روا باشد، تکه پارچه‌ای نمیتواند حاجت روا باشه. فهو یشفین، اون ذاتی که شفا میدهد امونم حاجت میدهد. این برخلاف قرآنه که نگاه مؤمن انگام مشکلات و حاجت و نیاز به غیر الله تعالی جای دیگه بره. نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم در طی 23 سال هرگاه براش مشکلی می آمد، هرگاه گرسنه و تشنه می شد، هرگاه صاحب نیاز می شد، حاجت خود را از کی می خواست؟ تعلیم رسول الله بر این بود که حاجت روا کیه؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها در منزل رسول الله در شب هجرت تا صبح دعا میکنه، مناجات میکنه، راز و نیاز داره به برگاهی کی؟ به برگاهی کی؟ پریشانی را میرسانه به کی؟ تا خبر از مدینه منوره میرسه، فاطمه گریانه، دعا میکنه، التجا و زاری میکنه به برگاه رب العالمین که این پیامبر گرامی، پدر بزرگوارش صحیح و سالم به مدینه رسیده هست یا خیر. اون زمانی که میرسه فاطمه خوشحال میشه. در زمان هجرت سه شبی که رسول الله در غار وجود داره، این مشکلات را پیامبر میبینه، نگاهش با کیه؟ اونجا کی را میخوانه؟ در مسیر هجرت، سختی های هجرت، دشمنان دنبالشن، تعقیبش میکنن، اما رسول الله باورش بر اینه که حاجت روا کیه؟ مشکل گشا کیه؟ سبحان الله. این تعلیم رسول الله هست. مسلمان تعلیم خود را از قرآن یاد بگیره. حاجت روا الله تعالی هست. ایمان را نذارید متزلزل بشه، نذارید این باورهای اسلامی از بین برن. این باوری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم داده، و اذا مرستو فهو یشفی.